بر شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا من علی از خر رمزانپور هستم و با کمال افتخار در دقایق پیش رو در نزدیکی به 20 دقیقه با شما هستم تا نگاهی بیاندازم به مهمترین تحولاتی که ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت پشت سر گذاشتن از اون منظری که بیشتر بر زندگی ما در ایران و یا ما ایرانیان در بیرون از ایران تاثیر میذاره هفته گذشته هفته بسیار پر تلاطمی بود ولی شاید مهمترین تحول در هفته گذشته بیان درخواست های زنان به مناسبت روز جهانی زن در جهان و البته درخواست های اونها در ایران بود و همینطور واکنشی که مقام های مختلف در ایران داشتن و به خصوص آیت الله رهبر جمهوری اسلامی و حوادث مختلفی که مرتبط به این ماجرا بود که درباره اون صحبت خواهیم کرد. خب روز 8 مارس در ایران باز هم همراه بود با یک تجمعی که باز هم همراه بود با بازداشت و سرکوب زنانی که های خودشون رو مطرح کردند. پیش از روز 8 مارس گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران یک اطلاعیه دادند و گفتند که در خانه نمیمانیم. در خانه نمیمانیم. معنای وسیعتری از یک معنای نماندن در خانه به معنای فیزیکی اون داره از دید فعالان حقوق زن که در این بیانیه شهر دادن خواستای خودشون رو در خانه نماندن به معنای مقابله با سیاست عمومی تری هست که در ایران در چهل سال اخیر نزدیک به چهل سال اخیر جریان داره و اون هدف امدهش محدود کردن زنان به زندگی در درون خانه است و کاهش حضور زنان در عرصه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که همراه است با یک سیاست استفاده نمایشی از زنان در بیرون از خانه یعنی سیاست نگهداشتن زنان در خانه فقط اون بخشی نیست که از طریق کاهش درآمدهای اقتصادی یا محدود کردن فرصتهای تحصیلی و شغلی منجر میشه به ماندن محکوم کردن زنان به پذیرش سرپرستی مردانی که ممکنه حتی خود اون زنان و مردان تمایل به چنین کاری هم نداشته باشن صرف نظر از این مسئله یک حضوری رو از زنان میخواد در سطح جامعه که حمایت کننده همین سیاست باشه یعنی حمایت سیاست سیاست حجاب اجباری سیاست رای دادن به سیاست هایی که جمهوری اسلامی میخواد و استفاده کردن از زنان به عنوان یک عامل افزایش رای همه اینها در جهت همون سیاست نگه داشتن زنان در خانه و محدود کردن بیشتر زنان هست جنبه نمادین دیگر همین ماندن در خانه این هست که مثلا زنان و دختران حتی برای حق خروجشون از کشور هم نیازمنده پدر یا مادر یا همسری هستند که با او زندگی میکنند به هر حال این بیانیه نکات مفصلی داشت که الان من نمیخوام بهش بپردازم به تقریبا همه شما هم میدونید خواسته های عمده زنان رو اما تجمع روز هشت مارس و یا همون 17 اسفند به تاریخ خودمون در ایران همراه در مقابل وزارت کار صورت گرفت در مقابل وزارت کار برای نشان دادن مهمترین محدود، یکی از مهمترین محدودیت هایی که زنان در ایران با اون روبرو هستند یعنی مسئله محدودیت های اقتصادی که اونها دارند در سالهای گذشته از طریق کاهش سهمیه دانشگاه ها برای زنان در حوزه های خاص و همینطور دادن فرصت های شغلی بیشتر به مردان در پیش گرفتن سیاست بازنشستگی پیش از موعد برای زنان و از همه مهمتر کاهش حقوق زنان نسبت به مردان که بر اساس آماری که حالا بعد به اشاره خواهیم کرد سازمان ملل داده در ایران میزان دستمزدی که به زنان داده میشه 65 درصد به طور میانگین کمتر هست از دستمزدی که به مردان برای شغل مشابه داده میشه به هر حال این تجمع سرکوب شد در این تجمع البته کاملا روشن هست که فقط زنان حضور نداشتند تجمع حامیان برابری حقوق زن و مرد بود که زن و مرد در اون حضور داشتند و خب پیامد اون هم این بود که گروهی از کسانی که در اون فعالان حقوق زنان که اونجا حضور داشتند بازداشت شدند رقم هایی که تا دیروز اعلام کردن بازداشت نزدیک به 80 نفر هست همینطور تا دیروز اطلاعی که داریم حداقل 15 نفر از بازداشت شدگان همچنان در زندان به سر میبرند و پدر و مادر بسیاری از بازداشت شدگان و بستگان اونها شب‌ها رو در این چند شب اخیر تا صبح در مقابل زندان اوین گذروندند برای اینکه نگران وابستگان خودشون هستند در زندان اون هم در شرایطی که در ماهای اخیر میزان نگرانی از فشارهایی که در زندان وارد میشه به بازداشت شدگان افزایش پیدا کرده آخرین نمونهش همین نمونه در واقع درویش گنابادی بود که محمد راجی که کشته شد که حالا البته در برنامه دیگر به اون خواهیم پرداخت ولی این فشار وارد شدن فقط محدود به تجمعی نبود که مثلا گروهی برگزار میکنن که به ظاهر منتقد جمهوری اسلامی هستند و در خارج از چارچوب حکومتی یعنی تجمع زنان در 8 مارس بلکه حتی یک مراسم رسمی که شهرداری برگزار کرده در برج میلاد تهران هم منبع اعتراض بوده دادستان کل کشور آقای منتظری خواسته که برخورد بشه با برگزار کنندگان برنامه روز زن که در برج میلاد برگزار شده به خاطر اینکه چند کودک اونجا اونها اونجا با لباس محلی رقصیدن و دادستانی این رو به عنوان رقص زن و مرد اختلاط زن و مرد در واقع مطرح کرده و اون رو نشانه آسیب دیدن افت عمومی دونسته کلماتی که برای بسیاری در ایران برای مردم با نوعی تمسخر همراه هست برای اینکه مردم نمیدونن که چطور رقصیدن چند دختر در یک برنامه رسمی با لباس محلی میتونه اخلال در افت عمومی تلقی بشه و مردم بیشتر اون رو نوعی این برنامه ها رو نوعی اخلال در اون سیاست محدود کننده زنان میبینن که از طرف حکومت برگزار میشه خب پیامد این البته این برگزاری این مراسم این بود که فشارها به محمد علی نجفی شهرداری تهران هم افزایش پیدا کرد و به یک بحث در مجلس حتی منتشر شد و بعضی از تندروها حمله کردن به شهرداری و دولت و اعتراض کردن که چرا دولت هزینه برگزاری این مراسم رو داده یعنی فرق نمیکنه چه مراسمی باشه که به طور خود جوش توسط فعالان مدنی در برابر وزارت کار برگزار میشه چه مراسمی که توسط شهرداری برگزار میشه هر دو از سوی کسانی که از نه فقط از سوی تندروهایی که هیچ مسئولیتی ندارن بلکه از سوی سپاه پاسداران که اون کار اون گسترده دستگیری ها رو در واقع به هدایت میکنه و دادستانی با سرکوب روبرو میشه خب این خط و این جریان از کجا میاد یعنی این برخورد با زنان ریشه در چه تفکری داره من فکر میکنم بهترین پاسخ برای مسئله رو میشه در سخنان آقای خامنه ای جستجو کرد که هفته گذشته ابراز کرد در مورد زنان به نظر من این صحبت ها با وجودی که خیلی کوتاه بود ولی حداقل چهار نکته مهم داشت که به نوعی میشه گفت که بیانیه آقای خامنه ای محسوب میشه در مورد مسئله جنبش زنان در ایران اینکه میگم جنبش زنان در ایران منظورم وسیع تر از یک حرکت سیاسی گروهی از فعالان حقوق زن هست یا اقدام های نظیر مثلا اون جمعوری امضا برای مسئله برابری مدنی حقوق زنان و یا حتی این اعتراض اخیری که دختران اعتراض دختران خیابان انقلاب معروف شده و یا چهارشنبه های سفید و اعتراض های از دست منظورم فراتر از این اون جنبشی هست که در سطح اجتماعی در ایران به شدت گسترش داره شما الان اگر نگاه بکنید نسبت به سالهای قبل از 57 و هفت میزان حضور زنان در سطح آموزش بسیار افزایش بیشتری پیدا کرده در سطح هم در سطح دبیرستان و هم در سطح دانشگاه ها ما با پیشی گرفتن دختران رو به رو هستیم در سطح علمی درخشان بوده فعالیت زنان ایران در نه فقط در سطح علمی آموزشی در سطح حرفه‌ای در, در زمینه ورزش در زمینه های مختلف شما میبینید که این سهم رو زنان برای خودشون مطالبه کردند و پیشرفت های قابل توجهی داشتند. اما اینکه من این رو نامش رو جنبش میذارم به خاطر اینه که این درست در تقابل با سیاست های عمومی حکومت صورت گرفته یعنی این خواست حکومت نبوده که میزان زنان رو در آموزشگاه ها مثلا افزایش بده یا در دانشگاه افزایش بده بلکه این نتیجه یک تحول اجتماعی و فرنگی هست که در خانواده ها و در جامعه ایران رخ داده و جامعه ایران و زنان ایران از اون بهرمند هستند وقتی که این دوتا جهت رو نگاه میکنیم یعنی یک جهتی که زنان دارن پیش میرن مورد پرسش زمانی که مسئله حجاب در سال مثلا 58 مورد پرسش قرار می گرفت فقط گروه محدودی از به اصطلاح فعالان حقوق مدنی یا گروهی از معدودی از زنان میتونستن این رو ابراز بکنن ولی الان وقتی شما به جامعه ایران نگاه میکنید این گستردگی داره که همه کشور و همه اقشار رو در بر گرفته با وجود این که ظاهرا حکومت فکر میکنه که این مسئله رو تثبیت کرده همین جنبش اجتماعی زنان بوده که منجر شده به اینکه در بعضی از موارد یک برابری نسبی سعی بشه ایجاد بشه در بعضی از مقررات ازدواج مثلا ولی خب همه اینها در برابر اون چیزی که خواست زنان هست برای آزادی های مدنی واقعی که حق اون قدم های کوچکیه حالا چرا این تقابل همچنان داره صورت میگیری با این خواسته آقای خامنه ای سعی کرده توضیح بده نکته اول اینه که آقای خامنه ای حجم مخالفت زنان با هجاب اجباری و محدودیت ها علیه زنان رو نادیده میگیره و نمیدونه جمله که به کار میبره میگه که چند دختر فریب خورده یعنی مسئله رو تقلیل میده به چند دختر فریب خورده و بعد تلاش های اونان رو کوچک و حقیر میدونه یعنی صرف نظر از جنبه انسانی که چطوری یک انسان میتونه خواست یک دختر رو که میگه که من نمیتونم این روسری رو به زور سرم بکنم کوچک و حقیر میدونه صرف نظر از این جنبه انسانیش که واقعا تاسفواره که رهبر یک حکومت این تعابیر رو به کار ببره از جنبه سیاسی و اجتماعی هم آیا اون نمیدونه ابعاد گسترده این اعتراض رو اگر آقای خامنه این رو نمیدونه یک بار دیگه برمیگردیم به همون بحث قدیمی که در ایران مطرح بوده در مورد اینکه اون بخشی از حکومت ایران که مانع اصلی اصلاحات هست و خواستهای جامعه ایران رو درک نمیکنه مشخصا رهبری جمهوری اسلامیه یعنی با وجود همراهی که در بخشهای مختلف بدنه حکومت در جاهای تحت تاثیر فشار مردم یا لایههایی از جناهای سیاسی ایران تحت تاثیر اینکه به میخوان رأی بگیرن از مردم قرار میگیرن رهبری جمهوری اسلامی کمترین واکنش رو نشان میده که نشون بده عمق یک تحول اجتماعی و فرهنگی در ایران رو فهمیده و اگر بپذیریم که اون فهمیده و در واقع این رو انکار میکنه اون وقت اون رو باید مقدمه برای زمین سازی سرکوب بدونیم که حالا به این بحث دوباره من برخواهم گرد به هر حال این مسئله رو آقای خامنه ای میگه که طرح مسئله که این یک اقدام خارجیه خب از این میتونیم صرف نظر بکنیم برای اینکه این چیز عادیه تقریبا هر فرق نمیکنه اعتراض کارگران باشه اعتراض عمومی دیما باشه هر چی باشه رو آقای خامنه ای با یک ترجیپندی به به خارجی ها نسبت میده که خب بازم چیز عادیه ولی مهم اینه که درک اون از این اعتراض خلاصه میشه به این که فکر میکنه که فقط چند دختر فریب خورده این کار رو کردن اما نکته دیگری نکته دومی که در صحبت آقای خامنه هست و مهمه و اون اینه که آقای خامنه به شدت از این که گروهی از چهره ها در داخل ایران و در بیرون از ایران که به عنوان نیروهای مذهبی شناخته میشن به عنوان چهرهای اصلاح طلب شناخته میشن تردید کردن در اینکه مسئله هجاب اجباری در ایران بتونه قابل اجرا باشه به شدت نگرانه و میگه که از دهان برخی از و میگه که این مسئله مطرح شدن از طرف از دهان چند تن از خواست اون رو نگران کرده و بعد هم میگه که ادهی روزنام روزنامنگار روشنفکر نما و اینها در واقع همون خط دشمن رو دنبال میکنن بنابراین میشه استنباد کرد که انقدر میزان اعتراض به هجاب اجباری در ایران در میان لایه های روشنفکری در میان گروه های حتی نزدیک به حکومت عمومیت پیدا کرده که آقای خامنه ای ناگزیر هست شروع کنه این حرفها رو بزنه برای اینکه در واقع اجازه نده که دیگه نظیر این بیانیه و یا این حرف تکرار بشه در مطبوعات ایران یا در رسانه های ایران و یا در سخنرانی ایران نکته دیگر این که آقای خامنه ای برگشته به همون این که نکته قبلی که اصول هجاب در ایران بود یعنی برابری کردن اون چیزی که در به, به عنوان هجاب مطرح میشه با مقابله با برهنگی زنان یعنی بیهجابی رو به عنوان نوعی برهنگی تبلیغ میکنه که به این خاطر که در ازهان عمومی یک تصوری که از برهنگی هست یک برهنگی عام بدن هست و بنابراین از این طریق یک لایه های اجتماعی با تعصب مذهبی بیشتر رو تحریک میکنه برای اینکه بیان به میدون و واکنش نشون بدن به همین خاطر قابل درک است که ما میبینیم که الان مقام های قوه قضایی در ایران کسانی رو که اعتراض میکنن علیه در این خواست های مقابل با حجاب اجباری رو به عنوان اعتراض مردمی سعی میکنن نشون بدن این هم یک سیاستی که آقای خامنه ای معمولا بارها به کار برده به حال نکته مهم اینه که آقای خامنه ای میگه که این مسئله عدالت ای جنسیتی در ایران مسئله ظاهری و خالی از واقعیت هست یعنی با وجود که این جنبش زنان در ایران این همه توسعه اجتماعی پیدا کرده آقای خامنه ای اون رو خالی از واقعیت میمونه و بعد جایی که میخواد بگه که حد به اصلاح گذشت جمهوری اسلامی چیه میگه که ما در کشور بیعدالتی نداریم برای اینکه اگر کسی در خانه خودش در نامحرم بیه جا باشه ما کاری باش نداریم یعنی اینکه جمهوری اسلامی نمیره توی خونه های مردم هم قانون حجاب اجباری رو برقرار بکنه این رو به عنوان یک لطف از جانب جمهوری اسلامی به مردم تلقی داشته و تصورش از حد آزادی به بسلا پوشش از حد برابری جنسیتی این هست که همین که ما نمیریم توی خونه هم یک معمور بسیج بذاریم یا یک نیروی انتظامی بذاریم که مثلا جلوه زنان و مردان رو بگیره این به نظرش خیلی حد تصوری که از آزادی به اصلاح زنان در ایران داره و بعد هم استدلالی که میکنه بر در برابر کسانی که مخالفت میکنن با حجاب اجباری خیلی استدلال جالبیه آقای خامنه ای می میگه که اینکه شما میگین که حجاب اجباری نباشه مثل این هست که ما بگیم مشروبات الکلی آزاد باشن هر کس خواست بخوره یا نخوره خب حرف مردم اینه که در مورد مشروبات الکلی هم همین مسئله صادقه یعنی در مورد مسئله مشروبات الکلی هم خب در همه جای دنیا برای فروش و مصرف قوانین مشروبات الکلی قوانینی هست که اون رو محدود میکنه به سن خاص به ساعت خاص و به میزان خاص به همین دلیل شما میبینید که در کشوری مثل ایران که مشروب الکلی محدود هست شما میزان مصرف الکل در حد بالای دنیا قرار داره و میزان مرگ و میر از ناشی از مصرف مشروب نا به ناسالم هم در یکی از بالاترین حدهای دنیا قرار داره آقای خامنه ای برای اینکه دفاع بکنه از مسئله سیاست حجاب اجباری دیگه هیچ دستاویزی نداره برای اینکه مسئله هجاب اجباری رو اولا مقایسه بکنه با نوشیدن الکل یعنی اولین خطا در اینجاست که مسئله حجاب نداشتن از دید اسلام با مشرو... نوشیدن مشروب الکلی کاملا متفاوت از دید قاطبه علمای اسلامی یعنی حتی از دید مذهبی و اسلامی هم نگاه بکنیم بین نوشیدن الکل و نداشتن هجاب تفاوت وجود داره همه علمای ایران حالا قبل از همین انقلاب که این محدودیت ها نبود خیلی عادی بود که در خونه اونها در منظر اونها با زنانی که به صلاح بی اجاب هستند روبرو بشن و اونها رو بپذیرن در خونه و در خانواده خودشون در حالی که در همون خونه ها نوشیدن مشروب الکلی ممنوع بود بنابراین اولین خطا در مقایسه بین این دو و خطای دوم آقای خامنه اینه که یک سیاست اشتباه دیگر اجتماعی رو به عنوان توجیه یک سیاست اشتباه دیگه به کار میبره بله در مورد مشروب الکلی هم همین خواسته ایه که در ایران به عنوان خواسته عمومی مردم وجود داره و نتیجه این دو سیاست اجتماعی نادرست که آقای خامنه ای بر اون تاکید میکنه همینه که مثلا همین به در چند روز گذشته چندین مورد داشتیم همین مثلا خبر داشتیم 80 نفر رو در مشهد بازداشت کردن جرم اینا ای این بوده که مثلا در یک پارتی بودن زن و مرد داشتن میرقصیدن و بعد دادستانی با افتخار میگه که ابزار دیجی رو مثلا ضبط کرده یا اینکه چند ماشین رو اونجا که پارک کرده بودن ماشین مردمم گرفته خب این سیاستیه که آقای خامنه ای فکر میکنه داره یک سیاست یعنی فکر میکنه که اینجوری بیان میکنه که داره با هدف جلوگیری از گناه انجام میده اما نتیجه اون نتیجه مستقیم اون اعمال محدودیت بیشتر هست این چیزی نیست که مثلا ما اینجا نشسته باشیم بگیم یا مثلا صاحب نظرانی که انتقاد دارن از نظر اجتماعی به سیاست های حکومت بگن یا فقط صاحب نظر. وزیر کشور ایران آقای رحمانی فضلی همین هفته گذشته میگه که شدت و حدتی که پس از انقلاب در مورد هجاب ما انجام دادیم به نتیجه نرسیده یعنی خود وزیر کشور مورد اعتماد چون ما میدونیم وزیر حتی وزیر کشور روحانی هم که نمیتونه بدون موافقت آقای خامنه ای انتخاب شده باشه هم تا وزیر کشور او هم میدونه که چنین سیاستی سیاستی نیست که به جواب برسه ولی آقای خامنه ای همچنان همون روار رو تکرار میکنه بنابراین میشه گفت که اگر بخوایم برگردیم به مسئله اصلی جنبش زنان در ایران مانع اصلی در برابر خواستهای جنبش زنان در ایران در حال حاضر نه فقط حتی بدنهای از حکومت ایران بلکه شخص آقای خامنه ای هست که با سیاست هایی که اعمال میکنه و با نزدیک حمایت از چهرهای تندروی که این سیاست ها رو به هر شکلی در ایران دنبال میکنن این تعمیر رو اعمال میکنه از همراهی شما سپاس گذارم تا برنامه دیگر برای شما اوقاتی خوش آرزو میکنم